اصلا میدونیم فشار خونتون چقدره؟ تا به حال اونو اندازه گرفتیم؟ شاید هم میدونیم که فشار خون بالایی داریم، اما به درمانش بی توجهیم. کاش یه روز با ما میومدیم بیمارستان و آسیب دیدگان فشار خون بالا رو میدیدیم، مثلا بخش کلیه بیمارستان لب و فینجا. چرا فشار خون همیشه بالا بوده؟ والا 5-6 سال فشار خونم بالا بود. فشار خون بالا معمولا هیچ وقت علامت نداره، آروم آروم بالا میره و زمانی متوجهش میشیم که یا به طور اتفاقی فشار خونمون رو بگیرن یا کلیه ها و قلب یا مغزمون آسیب دیده باشه. علائم مثل سردرد و اینها معمولا خیلی دیرسته، مگه اینکه فشار خیلی مدت طولانی بالا باشه یا خیلی شدید یک دفعه بالا رفته باشه. معمولا در مورد فشار خون که آهسته آهسته میره بالا. فشار خون بالا به دیواره رگهای بدن آسیب میزنه، باعث رسوب کلسیم و کلسترول تو رگا میشه و به تدریج عروق خونی تنگتر و تنگتر میشن. اینطوری خون کافی به قلب، کلیه ها و مغز نمیرسه. فشار خون طبیعی فشار خون 12 بیشتر 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 بیشتر. تو پرفشاری خون دیواره قلب ضخیم میشه، چون مجبوره در مقابل رگ‌های تنگ شده با فشار بیشتری خون رو پمپ کنه و این دوباره به قلب و رگ‌ها آسیب میزنه، تا جایی که رگ‌های قلب بسته میشن و قلب دچار سکته میشه یا بزرگ و نارسا. تو کلیه ها تنگ شدن رگ ها باعث اختلال در فیلتر کردن خون میشه و به تدریج کلیه ها از بین میرن. اون وقتی که کار به دیالیز یا پیوند کلیه میکشه. اینجا وایسادی. تخاله میشه. منتظری؟ بله. هفته چند بار میای؟ 3 بار. هفته چند بار دیالیز میشی؟ من 3 بار. 20% دیالیزی ها فشار خونی بودن. فشار خون بالا بوده. خبر نداشتن از فشار خون؟ چرا خبر داشتم، من تو کنترل نمی‌کردم. بسته شدن و خونریزی رگ‌های ظریف چشم به دنبال فشار خون نتیجه‌ای جز کاهش شدید بینایی نداره، زمانی که کاری براش نمیشه کرد. و همینطور در مغز بسته شدن رگی یا پاره شدن رگ و خونریزی یعنی سکته مغزی از عوارض دیگه بالا بودن فشار خونن. فشار خونی که درمان نشده و چون بی سر و صداست ما از اون بی خبر بودیم. بعضی ها وقتی بیمار میشن میگن من تا حالا دکتر نرفته بودم. افتخار نداره، کار خوبی نکردن. افراد عادی باید حداقل سالی یه بار از فشار خونشون با خبر باشن. هر وقت رفتین دکتر، حتی برای سرماخوردگی، ازش بخواین فشار خونتون رو هم بگیره. بعضی ها بیشتر باید حواسشون باشه. کسایی که سابقه نارسایی کلیه تو خانواده یا فشار خون تو خانواده دارن، کسایی که دیابت دارن، کسایی که تنگتری کلیه میدارن و کسایی که چاق هستن، سیگار مصرف میکنن یا بیماری های دیگه ای رو دارن، اینها باید سعی بکنن هر 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار یه فشار خونش من اندازه گیری کنن. مخصوصا افرادی که سن بالایی دارن، معمولا سن حدودش 40 سال. غذای کم نمک 10 میلیمتر دیبه، کم کردن وزن 15 میلیمتر جیبه، ترک سیگار 15 تا ورزش هم تا 20 میلیمتر جیبه فشار خون رو پایین میاره. حواستون باشه اگه داروی فشار خون میخورید هیچ وقت نباید ناگهانی اون رو قطع کنید. و کنترل و منظم مرکب مصرف کردن دارو خیلی کمک میکنه. مرتب و منظم داروش رو تحت نظر بگیرید، اصلا نگفت قطع نکنه. انشاءالله.